این بزشه میدانی دانا فصل نهم هستیم، چپتر 9 که میشه صفحه 48. این تا اینجا صحبت میکرد که آدمیزاد بعد با هیجان و عجله دنبال میتوا بره و توضیح داد که چه چیزهایی از چه طریقی آدم میتونه این صفت رو به دست بیاره. الان صحبت میکنه چه چیزهایی باعث میشه که آدمیزاد دور بشه از هیجان و عجله داشتن، عجله کردن در انجام یک میتوایی. دقیقا چی هست رو میداشتم با هم دیگه دو تا نکته رو یاد میگیریم. میگه به هینه میمفسید هزری زود، میگه چه چیزی باعث میشه که آدمیزاد اون شوق و شتابش رو در انجام میتوای امر از دست بده. هم مگدیل ها اطلا، چیزی که تنبلی رو بیشتر میکنه. تون باشه قبلا یاد گرفتیم که اینجا می نویسن طبیعت آدم چون از خاک درست شده، اینی که تنبله نمیخواد روی خودش سخت کار بکنه، عجله بکنه، راحتی رو میخواد. چه چیزی باعث میشه که آدمیزاد دورتر بشه از شتاب داشتن در انجام میتوا؟ هر چیزی که تنبلی بدن رو بیشتر میکنه. و هگادل شبه کولام، میگه بزرگترین چیزی که تنبلی آدم رو قوی تر میکنه هم بکاشت هم نوخ و هگوف نیت. یک آدمیزاد همیشه میخواد بدنش راحت باشه، استراحت میخواد. میراجبه شیرازی ها جوک میگن، البته جوک فقط، میگن بغل تخت خوابش وقتی از خواب بیدار میشه صندلی میذاره، نه به خاطر اینکه تنبل، اگر خسته شد وقتش تلف نشه، جا به جا بتونه روی صندلیش بشینه. انیویز سنجا میگونی البته جوک هستش چنین چیزی. میگن زندانای شیرازی هم میدونی هیچ وقت خالی نمیشه، چون حتی اگر زمان آزادی بیاد تنبلن از زندان برن بیرون همونجا میشینن. برای انیویز جوکا رو بذاریم کنار، میگه کسی که واقعا دنبال راحتی کامل هست، میگه بکاشت هم نوخ و گفنید و سینت هتورخ، و خیلی هم تنفر داره که به بدنش زحمت بده. صحابیسی دو تا چیز متضاد دیگه. اگه کسی استراحت کامل بدن رو میخواد، متنفره که روی بدنش سختی بذاره. و احوت هعیدونیم به تشنم کل تنایم، میگه به غیر از اون میخواد همه لذتهای مادی هم به طور کامل داشته باشه. پس این سه تا چیز که بهتر هم دیگه ربط دارن. یکی این که میخواد بدنش همیشه در حال استراحت باشه، چون میخواد همیشه در حال استراحت باشه آبیسی نمیخواد به بدنش زحمت بده، اوست همه لذت‌های جسمی رو میخواد به طور کامل داشته باشه. چنین آدمی هیچ وقت به خودش سختی نمیده که از لذت‌هاش خودش رو دور بکنه، دنبال میتسا میره بره. این الان دقیقا توضیح میده که این آدم کازه، میگه چنین آدمی و دعش تیخ بد آلاف عبودا لیفن بر او کووید گادول، این که باید روی خودش کار بکنه که خدا رو عبادت بکنه برایش خیلی سنگینی زیادیه، سخته. برای چی؟ که میشیرت لخل اخیلات و به خلاییشو و منوخه. گفتیم غیر از اینکه دنبال راحتی هست، همه لذت های مادی هم به طور کامل میخواد. سو شخصی که میخواد حتما غذاشو به طور کامل بخوره، خاصشون یه ذره غذاش سردتر باشه، یه ذره گرمتر باشه، یا فرانو یاد دقت بکنی یه ذره کمتر بخوره. ولیشون شناتو به لوتوره، یعنی که بعد خوابش حتما 8 ساعت در شب باشه، اگه یه دقیقه کمتر باشه نه خوابش خواب نیست. ویمان لالخت ایم لول ایتو، و زمانی که میخواد جایی بره نمیخواد به خودش عجله بده، آهسته و با آرامش میخواد در جایی بره، یعنی همه راحتی ها رو داشته باشه، چه از خوردن، چه از خوابیدن، چه از رفتن به یک مکانی. به کیوت بدواریم اله، یا شبیه این هینه یک شعالاب لحشکیم لبات کنسیوت ببوکر. صحابیسی برای سخته که صبح زود بیدار بشه بری کنیسا، چون خوابش باید بزنه. سو اگه میخواد واقعا اون لذت خواب رو داشته باشه، میگوست مینیان دیرتر میرم، اگه مینیانی به اون دیری نبود خب بدون مینیان میخونم. اول کتس بی سودات و میپنت فیلت هم مینخا بین اربعین، یا فرض کنیم به خصوص در زمستون هم که زمان مینخا خیلی زود میاد، دیگه گرسنه‌شه دیگه وسط خوردن، اگر کسی میخواد واقعا خوردن کامل رو داشته باشه با لذت کامل، نمیگی بذار حالا نخورم برم مینیان رو بخونم بعدن برگردم بخورم، نو نمیخواد از خوردنش بزنه. اگر استکال لذت مادی هست، صحابیسی سر وقتم برای مینخا نمیره. اولا چه لیدور میتوا ایملی و ایملوی ها ات بارور، یا فرض بکنی بره از خونش بیرون برای شیور یا چیزی، اگر هوا بارونی یا سرد باشه مسلما نمیره. اگر همه راحتی ها رو میخواد، نمیخواد به بدنش یه مقدار سختی بده، اگر آب و هوا بهاری نباشه بیرون نمیره مسلما. اگر خیلی گرمه میگه عرق میکنم، خیلی سرده سرماشو بیرون نمیره. سو اینجا میبینیم که حتی نمیره میتوای رو انجام بده، از مینیانش میزنه، از شیور رفتنش میزنه.
کل شکن چقدر بیشتر لمهر عتم و لدور میتوه لتلمود تورا. مثلا من شتاب نمی کنه که بره میتوه رو انجام بده یا تورا رو یاد بگیره. اینجا گفت که خواستن راحتی بدن و همه لذت های مادی آبیسی آدم رو تنبلتر میکنه، نه که فقط شتاب نمیکنه به میتوه، حتی یک میتوه معمولی رو هم نمیره دنبالش که انجام بده. اومیشه مرگیل عتم و لمین ها گد هائله، میگه کس که به خودش عادت میده که این رسم ها رو داشته باشه، اینین و آدون به عتم، دیگه سرور خودش نیست، دیگه حاکم خودش نیست. لس و تپخزه کهیش کشیرته، که برعکس میدونه لذت های مادی بره دنبال میتوه. چرا نه؟ کیکبر نه سر رتونو به معس رهرگل هنس ته و شنی. میگه دیگه زندانی عادتاش شده، خواستهاش شده، که این خواستهاش میشن طبیعت دوم. بعضی وقت هست که آدم میزن اصلا طبیعت رو نداره، ولی زمانی که در فرو میره داخلش و دیگه چندین سال بهش عادت میکنه، بهش میگن ته و شنی، میشه طبیعت دومش، یعنی باش زایده نشده با چنین طبیعتی و دیگه جزوی از طبیعتاش میشه. پس آدم چجور به خودش نگاه بکنه که دنبال میتوه بره؟ میگه و آمنام تاریخ شیه ده آدم کیلو لیمنو خواهو به علام هزه. میگه خداوند ما رو نیافریده در این دنیا که راحتی بکنه. این درست اپوزیت فکر آدم های خیلی سکولار است. میگه نیمدیم در این دنیا که راحتی بکنیم، الا لعمل به تورخ، اومدیم که سخت کار بکنیم. باشه میگم زخوتون باش که برای تورا میسوا سخت کار بکنیم. امید هاشمی از کجا میدونه؟ این از چند جا دو سه تا مکان ثابت میکنه. به زشمی رو با هم دیگه امروز برخا میکنیم. یکی از گفته خخامیمه و دیگر یک پاسوکه که در کتاب ایوب هست. اول گفته خخامیم رو میاره، میگه ولوینک به عتمو الا مینک هپوالیم اوسیم ملاخا اصل مسکیره هم. میگه آدم به خودش نگاه بکنه مثل کارگر که داره برای اربابش کار میکنه. اوبیسلی دیگه زمان خودشو نداره، کس که برای اربابش کار میکنه باید سر ساعت بیاد، اگه تنبلی هم بکنه توی کارش که اخراجش میکنن. میگه دمیزان نگاه نکنه به خودش که رئیس دنیا هست، که اومد در دنیا لذت، بلکه کارگر خداه. این از کجا میدونیم؟ او که این اون مشای عمر، اینو در گمارا میگه اگیر دیوم و انان، میگه ما کارگرای روزانه هستیم، دی ورکرز، در مورد عبادت به خدا. البته که از نکته که در اونجا میگه آدمیزاد که برای چی من تورا بخونم؟ انیویز تمومش نمیکنم، پس چه فرقی میکنه؟ نخونم بهتره. این همه کتابو تموم میکنم. آف کورس نات. اونجاست که در گمارا میگه نگاه بکن که یور دی لیبرر، یعنی کارگر روزانه هستی. برای امروز کار میکنی، حقوقت رو میگیری. کارتو تموم کردن نیست. اگه نتونی تموم بکنی. ولی تنبلی هم نمیشه کرد که امروز نمیرم سر کار چون نمیتونم کارو تموم بکنم. میگه کار روزت رو انجام بده و برای روزت هم پاداش رو میگیری. سوگن میبینی که خخامیم در گمارا گفتن که ما دقیقا مثل یک کارگر برای اربابمون خدا هستیم. دست نام برمان که کارگر باید سر کارش بره کارش رو انجام بده. این نکته بود که از گمارا میاره. او که درخ یوت ساعت صاحب تا الان اضافه میکنه. ببینید یه موقع هست الان این دور زمانی تو آمریکا بارو خشم سر کارم که میریم بین 45 دقیقه تا یک ساعت لانچ بریک هم هست، تازه براش حقوق هم میگیرن. اگه نمیگم چیز بدیه، ولی واقعا کاری هم که میکنیم کار سختی نیست به اون صورت. حتی ساعت خوردن و باره به تفریح کردن هم داریم. اینجا میگه باید کارمون مثل سرباز باشه. او که درخ یوت ساعت صاحب به مرخوتم، مثل سربازه که در جنگ میرن در جبهشون ایستادن. اشه اخیلات هم به خیپازون. واقعا دوستان ما که توی ارتش ایسان میرفتن برای چی میگن ترینینگ، برای دو ماه، میگن خوردنشون با عجله است، وقت ندارن بشینن بخورن، یه لقمه میخورن میدونن. اوشنات هم ارعی، واقعا زمانی که میخوان ترین بشن شبا هم نمیذارن 6 ساعت بخوابن، خوابشون هم میدونین رگولار نیست، بعد یکی دو ساعت بخوابن زودی بیدارشن، اگه جنگ باشه که نمیتونن 6 ساعت بخوابن. میگه دقیقا باید مثل سرباز باشیم در جلو هشم که خوردنمون با عجله هست. اوشنات هم ارعی، خوابشون 100% نیست. و امدیم تامید مخوانیم لد کرافت، همیشه آماده هستن اگر جنگ بشه بتونن برن توی جنگ. این نه تنها که باید کار رو انجام بدیم، بلکه باید همه چیزهاشون میدونین موقتی باشه، خوردن و خوابیدن. اصل کار باید چی باشه؟ باید آماده باشن برای عبادت خدا، دقیقا مثل سرباز که توی جنگ میره. و الزه نمر اینه که ایوب میگه که آدم لعمال یولاد، ببینید کار کردن میشه ملاخا، عمل یعنی کار سخت، لیبر، عمل همال نمیشه فازه، عمل میشه لیبر، کار سخت.
میگه که آدم لعمل یولد، خداوند که آدم را آفرید میگه آدمیزاد آفریده شده برای کار سخت، لیبرینگ. سو میگه او که یرگل اتمال زه درخ، زمان که به خودش عادت رو میده. باقی میگم سربازای ما، سربازای اسرائیلی اصلا تنبل نیستن. دیدین که توی کانستراکشن چقدر قشنگ کار میکنن، همشون سربازی بودن دیگه، تنبلی سرشون نمیشه دیگه، عادت کردن سخت کار بکنن. میگه او که یرگل اتمال زه درخ، زمانی که به خودش عادت میده، ایما تعودا کلا لا ودا، دیگه عبادت خدا براش آسان‌تر میشه که مشلو یخسر به عتم و هزمان و خانالا، چون دیگه این کم بوده آمادگی رو برای عبادت خدا نداره. خوردن براش مهم نیست، خوابیدن مهم نیست. سوابیستی وقت که میتسوه میاد میره دنبالش، ولزر درخ آمرو خمزی خم لیوراخا، و میگه ما شبیه این رو، مثالش رو در پیرکاوت پیدا میکنیم. در پیرکاوت میگه چه کسی موفق در یاد گرفتن تورا؟ میگه کخی درکاشل تورا، این روش یاد گرفتن تورا است. پت به ملخ توخل، میگه فقط نون و نمک بخور. اوکی، منظور است که نون نمک بخوره مریض میشه، ولی منظور میشنه این استش که خوردن براش مهم نباشه. مینیمم بخور. اومایم بهم سورا تیشته، میگه آب، آبی هم که مینوشی اندازه گیری بکن. مسورا میشه اندازه گیری، یعنی زیادی روی هم در نوشیدن نکنه. ولهارس تیشن، میگه خوابت هم روی زمین باشه، یعنی باره به موقتی باشه براش. شکلل ارخاک به تخل منمنو خود ویدونیم، میگه منظور میشنا چی هست؟ که آدمیزاد خودش از لذتهای مادی کاملا دور بکنه. الان خود بعضی مخصوصا روی زمین میخوابن، میخوان زودی بیدار شد، ولی میگم نه جوری که مریض بشن. آبیس اگه آدم مریض میشه احتیاج به تخت خواب داره بخوابه. منظوره که آدم که روی تخت خواب بخوابه اینقدر راحت بیشتر هم میخوابه، که زودتر بیداشن، زودتر بیداشن به اگزکتی که لذت زیاد نبرن. اوکی، سو بذاشم اینجا وای میسیم. این قسمت اول برخوا شد. قسمت بعدی رو میگه ترس بیهوده آدم رو از عبادت خدا دور میکنه. که باید از گونه بیه لانگ تا میشن که فردا